درود عرض میکنیم با یک یک شما دوستان گرامی. این برنامه فنزون است. ما درباره رقابت های دوری نوبتی لیگ اولی کشور برایتون معلومات میدهیم. بعد از انجام دوری دویم مرحله سیوم شروع شد و در این مرحله دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. پنج زین اشغال کننده زینه اول مبارزه را برای عنوان قهرمانی ادامه میدهند و پنج گونه دویم یعنی قسمت دویم جدول باشد برای باقی موندن در لیگ اولی کشور. دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خطلان اولین شده به میدان برآمدند و دیدار خود را انجام دادند. میبینیم که این واخوری با چه نتیجه به انجام رسید. در گروه بی 5 تیم دیگر برای باقی ماندن در لیگ برتر میهن میانی هم بازی خواهند کرد. در دور اول باشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان خود تیم خطلان باختر را پذیرفته با حساب مینیمالی 1-0 به پیروزی دست یافت. باید قید کرد که بار اول در تاریخ فوتبال تاجیک در بازی مذکور سیستم ویدیو داور و یا به اصطلاح VAR استفاده کرده شد. با استفاده از این تکنولوژی جدید در انتهای قسم اول دیدار داور گل زده باختری را بعد در حالت تکرار دیدن قبول نکرد. دهای آخری میدانداری از همه جالب بود. ابتدا در دقیقه 86 دوبار برای قاعده ستیزی مهمانان پنالتی تعیین کرد و این امکانیت خوبی گلزنی را عزت‌الله روزیوف به خوبی استفاده نمود و گل یگانه را در این رقابت به هدف رساند. در انتهای رقابت مذکور شاگردان اسدالدین حبیب‌اللهیف شانسی به نتیجه مساوی رسیدن را داشتند، چون که دوبار بختیار کامیلوف به سود ایشان ضربه جریمه 11 متر تعیین نمود، ولی این شانس بهترین گلزنی را سنت‌الله اسماعیلوف استفاده کرده نتوانست و تیم ارتش به پیروزی مهم در دور اول مرحله سیمی چمپیونات دست یافت و موقع خود را در زینه اول گروه بی قوی تر هم کرد. همچنین در دور اول مرحله سیم در گروه بی تیم ریگر تداز با حساب 1-0 حاصلات فرخور را ناکام کرد. باید بگویم که در تاریخ فوتبال کشور بار اول سیستم VAR استفاده شد. محض این سیستم در بازی دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خطلان راه اندازی گردید. همزمان داور توسط سیستم VAR الکی یک مرتبه اشاره کرد و پنالتی تعیین نمود. دسته های فوتبال کوکتوش و اسخطا در این مرحله با هم آمدند. کوکتوش نوحیه رودکی در میدان خود اسخطا را قبول نمود. باید بگویم که سلسله بازی های دسته کوکتوش تحت رهبری علی‌الدین توردیف نیز به انجام رسید. زیرا پس از 8 سلسله غلبه ها دسته کوکتوش دیگر نمیتواند و پیروزی دست بیابد. این نوبت با حساب کلان از اسخطا شکست خورد. مرحله سوم چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال میان تیم های لیگ اولی شروع شد. در دور اول در گروه ا تیم کوکتوش در میدان خانگی خود نفتیانک دسته اسخطای خوجند را پذیرفت. این رقابت با پیروزی باورناک مهمانان با حساب 3-0 خاتمه یافت. در قسم اول هجوم های زیادی دو دسته هیچ منفعتی به بار نآورد و نیمه یکم با حساب مساوی 0-0 جمع بست کردید. در دقیقه 75 یک از بهترین بازیگر تیم اسخطا در موسم جاری بختیار ظریپوف گل ششم خود را در موسم امسال زده حساب را باز کرد. دو گل دیگر را مهمانان در دقیقه های اضافگی زدند. در دقیقه اول اضافگی سیاوش اسراروف حمایتگر مرکزی اسخطا اولین گل خود را با پیرانه این تیم به هدف رساند و یک دقیقه بعد علیمجان کریموف بار دیگر دروازه‌بان میزبان را مجبور ساخت که توپ را از داخل دروازه‌اش بیرون آورد. همین گونه بعد این پیروزی باشگاه اسخطا امتیازهای خود را با تیم کوکتوش در جدول عمومی برابر کرد. در گروه بی 5 تیم دیگر برای باقی ماندن در لیگ برتر میهن میانی هم بازی خواهند کرد. در دور اول باشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان خود تیم خطلان باختر را پذیرفته با حساب مینیمالی 1-0 به پیروزی دست یافت. باید قید کرد که بار اول در تاریخ فوتبال تاجیک در بازی مذکور سیستم ویدیو داور و یا به اصطلاح VAR استفاده کرده شد. با استفاده از این تکنولوژی جدید در انتهای قسم اول دیدار داور گل زده باختری را بعد در حالت تکرار دیدن قبول نکرد. دهای آخری میدانداری از همه جالب بود. ابتدا در دقیقه 86 دوبار برای قاعده ستیزی مهمانان پنالتی تعیین کرد و این امکانیت خوبی گلزنی را عزت‌الله روزیوف به خوبی استفاده نمود و گل یگانه را در این رقابت به هدف رساند. در انتهای رقابت مذکور شاگردان اسدالدین حبیب‌اللهیف شانسی به نتیجه مساوی رسیدن را داشتند، چون که دوبار بختیار کامیلوف به سود ایشان ضربه جریمه 11 متر تعیین نمود، ولی این شانس بهترین گلزنی را سنت‌الله اسماعیلوف استفاده کرده نتوانست و تیم ارتش به پیروزی مهم در دور اول مرحله سوم چمپیونات دست یافت و موقع خود را در زینه اول گروه بی قوی تر هم کرد. همچنین در دور اول مرحله سوم در گروه بی تیم ریگر تداز با حساب 1-0 حاصلات فرخور را ناکام کرد. در این دوری مسابقه دسته های فوتبال حاصلات و ریگر تداز به هم آمدند. این بازی نیز بسیار هم جالب و دیدنی صورت گرفت. باید بگیم که در این بازی VAR نبود و امید تنها به قضاوت داور بود.
بازی دیگری مرحله سیومی چمپیوناتی تاجیکستان اوید با فوتبال در ورزشگاه مرکزی نویای فرخور با اشتراک دسته حاصلات و ریگر تدازی شهر تورسونزاده برگزار شد. در نیمه اولی میدانداری هر دو دسته بیشتر در خط حمایه بازیگذاری نموده گوهگو با عکس الهجوم ها میگذشتند. در یکی از حالت ها ماز دسته ریگر تداز با زدن گل نزدیک بود و بعدی ضربه استانداردی دروازه‌بان دسته صاحبان میدان ضربه را برگردانیده باشد هم، ولی در حالت دیگر توپ با پهلوی دروازه برخورد. زمینان در حالت دیگری بازی باشد در جریمه‌گوی مهمانان دلیر یادگرف از پای افتانیده شد که در این مورد داوری مرکزی به حالت مذکور یگان بها نداده با ادامه دادن بازی اشاره نمود. همین طریق دسته ها در این نیمه میدانداری با زدن گل شرفیاب شده نتوانستند و بعد صدای هشدک داور به تنفس برآمدند. حالت های جالب و دیدنی در این میدانداری اساسا در نیمه دوم به میان آمدند و در این قسمت بازی بیشتر فوتبال بازان صاحبان میدان فعالی نشان میدادند. باید گفت که چند مرتبه حالت‌های بحث برانگیز نیست در ادامه بازی با وقوع پیوستند که در این حالت داوری مرکزی قرارهای دخلدار برآورده بیشتر فوتبال بازان را به ادامه بازی تلقین می‌نمود. در دقیقه‌های 70 میدانداری باشد بعدی بازی دغلانه مقابل حمایتگری دسته صاحبان میدان بنجامین اساموا حملهور دسته ریگر تداز نورالدین امروقلوف با برگه سرخ مجازات شده میدان بدر گردید. با گذشت چند دقیقه دیگر بعد یک هجوم دسته ریگر تداز حملهور مهمانان انور مرادوف در یک رسی با حمایتگری دسته صاحبان میدان از پای افتانیده شد که در این حالت داوری مرکزی نصرالله کبیروف با دروازه صاحبان میدان ضربه جریموی 11 متره تعیین نمود. امکانیت مذکور را سربان دسته مهمانان فیروز قرایف با گل انجام داده دسته ریگر تداز را در حساب بازی و پیش برآورد. در دقایق آخر بازی باشد حملهور دسته حاصلات بیژن نشان بویزاده در جریمه‌گاه مهمانان از پای افتانیده شد که داوری مرکزی به حالت مذکور نیز یگان بها گذاری نکرده بازی را ادامه داد. هرچند فوتبال بازان صاحبان میدان در نفسهای آخر نیروسنجی چند حالت خوبی گلزنی را سازمان داده باشند هم، ولی دروازه کوهوه گوتسون در این میدانداری از جانب فوتبال بازان حاصلات رخنه نگردید. همین طریق دسته حاصلات در بازی اولی مرحله سیومی چمپیونات با باخت روبرو شد. دسته ریگر تداز نوبسته از 3 امتیاز به دست آورده در زینه پایانی جدول مسابقه قرار داشته همان را برای باقی ماندن در لیگ عالی مبارزه را ادامه میدهند. در این دوری چمپیوناتی تاجیکستان بازی سرگل میان تیم های فوتبال روشن کلوب و فایسکان صورت گرفت. دسته روشن در میدان خود با تیم فوتبال نوحیه واسه واخورد و در این دیدار مخلصان شاهد زدن 6 گل شدند. بیاید ببینیم که این گل ها را کی ها و چگونه به ثمر رسانیدند. دسته روشن کلوب در آغاز مرحله سیومی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در گروه آ در میدان خود بر تیم فایسکند واسه با حساب 4-2 پیروز شد. در دقیقه 14 دیدار حملگر تیم روشن امیرجان سفرف حساب بازی را کشاد. پس از گزاره 5 دقیقه لیگیونر فایسکند آرتور بوگنون گل جوابی دستش را زد. بازینگر خطی حمله دسته روشن محمد شریف سید خوجا در دقیقه 38 حساب را 2-1 کرد. قبل از انجام نیمه اولی میدانداری حملگری دسته فایسکند فرانسوا اگنه حساب بازی را مساوی کرد. در قسمت دوم رقابت امیرجان سفرف باز مؤلف گل شده صاحبان میدان را به پیش برآورد. از هیئت دسته روشن محمد شریف نیز با زدن 2 گل دست یافته در دقیقه 82 گل چهارم را به ثمر رسانید. همین گونه بازی مذکور در حضور مخلصان زیاد و با حساب 4-2 به انجام رسید. پس از این غلبه دسته روشن برای بازی با خطلون در مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان آمادگی میبیند. پس از انجام دوری سیوم در چمپیونات تاجیکستان باز یک سرمربی ترک وظیفه نمود. سرمربی دسته خطلون اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف پس از ناکامی دستش بالاخره به خلاصه‌ای آمد که وظیفه خود را ترک نماید.
این باری اول نیست که دسته های لیگ عالی را مربی ها ترک میکنند، اما خطلان حال تباه دارد و نمیتواند در چند بازی اخیر به پیروزی دست بیابد. شاید نفر دیگر میتواند دسته را دیگر باره به پا بخیزاند. از فوتبال کلان میگذاریم به فوتبال خرد یا فوتزال. در این دوره سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال بازی مرکزی میان دو رقیب ازلی استقلال و ساروکی همزمان در موسم جاری برای عنوان قهرمانی تلاش دارند مبارزه بردند. در این واخوری استقلال بالاخره بر دسته سارو قهرمانی بسیار کرده تاجیکستان غلبه به دست آورد. قهرمانی فعلی تاجیکستان باشگاه سارو کمپانی شهر دوشنبه با شکست دویوم خود در موسم جاری سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتزال روبرو شد. در دایره بازی های دور 12 سوپرلیگ مملکت دسته سارو کمپانی در میدان خود از دست حریف پرقوت‌ترین خیش در لیگ تیم استقلال شکست خورد. دیدار دسته‌ها در مجمع ورزشی کمیته انداز دایر گردیده با حساب 2-3 با سود بازیگران استقلال خاتمه یافت. در دقیقه 4 وخوری فیضعلی سردوروف سروان دسته سارو کمپانی با ضربه نشانرس خود توپ را وارد دروازه فیروز بگمرادوف نمود و حساب وخوری کشاده شد. با گذرای 8 دقیقه فوتبال بازان استقلال گل جوابی را زدند. مؤلف ضربه نشانرس عبدالقیوم معروف گردید. در ثانیه های اخیر قسم دویم نروسانجی دلشاد سلاموف مراتبه دویم دسته سارو کمپانی را به پیش برآورد. قسم دویوم وخوری نیز با هجوم های طرفان صورت گرفت. در آخر بازی انیخترش در دقیقه 40 فوتبال بازان استقلال و در روزه سارو کمپانی 2 گل زدند و پیروزی را در بازی مرکزی دور به دست آوردند. سراول کامران علیوف با گل زیبای خود تناسب را برقرار کرد و با گذرای همگی چند ثانیه رستم حمیدوف که بهترین بازینگر دیدار مذکور دانسته شد گل پیروزی آور استقلال را زد. با همین ترتیب دیدار دسته های سارو کمپانی و استقلال در بازی مرکزی دور 12 سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال با حساب 2-3 به سود استقلال خاتمه یافت. با گذرای 12 دور دسته استقلال با دریافت 32 امتیاز صدرنشین یگانه جدول عمومی سوپرلیگ میباشد. تیم سارو کمپانی با 26 خال در زینه دویم قرار دارد. بازی خیلی چه خیلی که شما میدونین همیشه با سارو کمپانی مشکل است. شما میدونین که سارو کمپانی چهار کراتا چمپیون است. ما با این بازی خیلی خوب تیاری دادیم. دو بازی اول چه خیلی میدونین دور یکم دویم مساوی شده بود بازی. این بازی ما خیلی میخواستیم برد کنیم. از جهت همین هم تیاری دیدیم هم خیلی سخت میخواستیم که ببریم. بازی نصیب ما گشت. در آخر ما 2-1 باخت کرده شدیم. ما با 5 کسا یعنی برازبان برآورده 5 کسا حرکت کردیم گل زدیم. بعد گل زدن مساوی شد. بعد وقتی که یک لحظه آخر بازی بود حرکت کردیم که یک پرسینگ اجرا کنیم، یک آخر پرسینگ حرکت کردیم و حرکت ما به گل رسید آورد. در این لیگ همگی دو دست با دو دسته بازی های ما خیلی شدید گذشت. امانت بانک و سارو کمپانی. این سارو کمپانی تیمی است که کلا از بازیکنان تیم ملی تشکیل شده است. مقابل اونو بازی کردن خیلی دشوار است و دوباره آدم خوشحال میشد که اینچنین تیم رو غلبه کردن. در نزد ما یک وظیفه گذاشته شده است که باید ما قهرمان شویم. روبریت از زمین فرصت استفاده برده روبریت تشکر خود رو اظهار میکنیم که برای ما همه شرایط رو موجود کردن و انتظارن که ما قهرمان شویم. مثال دوستان گرامی توجه نمایید به یک اعلان. هفته آینده دسته استقلال تاجیکستان با تیم فوتبال پرستاره النصر در عربستان سعودی وام خورد. این دیدار در دایره رقابت های دور دویم لیگ چمپیون های آسیا صورت می گیرد. با کدام دسته مخلصی میکنید و حتما نتیجه این وخوری را در پایان این ویدیو بنویسید و صاحب تحفه بشوید. با همین تمام تا دیدارهای نوبتی سربلند و موفق باشید.